با عرض سلام به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید و هر جا هستین با یک کمی تمرین و ورزش بتونید سلامتی خودتون رو به خوبی مدیریت بکنید. خب همجوری که از مدت ها قبل وعده‌شو دادم، یک بیماری هست به اسم فایبرومایالژیا که امروز میخوام در رابطه با این بیماری براتون صحبت بکنم. فایبرومایالژیا یک بیماری هست که در طی 15 سال اخیر خیلی تحقیقات زیادی در رابطه با اون انجام شده. علت اصلی فایبرومایالژیا هنوز شناخته شده نیست و یک سری مسائل ژنتیکی میتونه تاثیر داشته باشه، یک سری مسائلی مثل تروما یا از دست دادن فامیل و مشکلات روحی روانی میتونه این بیمار رو تشدید بکنه. و این بیماری متاسفانه یکی از بیماری‌هایی هست که افراد زیادی را نسبتاً در هر کشوری تحت تأثیر قرار میده و متاسفانه در خانم‌ها بیشتر شایع است و این بیماری واقعاً مشکلات خیلی زیادی را برای مردم به وجود میاره. یکی از این مشکلات درد و ناراحتی‌هایی هست که در تمام بدن در واقع افراد حس می‌کنن، از دست‌ها، سر، گردن، شکم، کمر، پاها و یه حالتهایی مثل تینگلینگ، بیهسی، دردها و کرمپای مایچه برای بیماران به وجود میاره. و واقعا یکی از مشخصه های اصلی این بیماری واید سپرید پین هست، در واقع داشتن درد در جاهای مختلف بدن، به خصوص در نقطه هایی که میگیم تندرنس پوینتی، مثلا همین جای آرنج رو دست بزنی یا دور گردن، این نقاط در جاهای مختلف بدن هستن. در حالت عادی هم برای افراد معمولی دیگه هم شاید اینا یکم حساس باشن، ولی در افرادی که این بیماری فایبرومایالژیا رو دارن خیلی زیاده. مشخصه دیگه این بیماری متاسفانه اشکالاتی هست که در خواب مردم با وجود میاره. این بیماران یا به موقع نمیتونن بخوابن یا توی خواب چند دفعه بیدار میشن، و یا اگرم بخوابن و مشکلی نداشته باشن صبح که بیدار میشن حس میکنن که تقریبا اصلا نخوابیدن. و مشکل اصلی دیگه خستگی و کوفتگیه که مرتب خستگی و کوفتگی حس میکنن در بدنشون، و به خاطر این چند تا علائم از اون ور سردردهای شدید میگیرن، میگرن میگیرن، دچار لگرست سیندروم میشن که حس پای حس بیقرار. یک مشخصه دیگه که دارن ایرتیتبل بول سیندروم یا روده تحریک پذیر حس میکنن. از اون ور فعالیت های فیزیکی میتونه این درد و ناراحتی ها رو بیشتر بکنه. مسائل استرس و روحی و روانی و دپرشن اینا میتونه این بیمار رو تحریک بکنه. و وقتی به مجموعه این علائم نگاه میکنیم متوجه میشی که یک بیمار با فایبرومایالژیا مرتب تحت فشاره و ده‌ها مشکل هست که میتونه این بیماری اینا رو عود بکنه. یکی از کارهای مهم برای این بیماری مثل خیلی از بیماری دیگه تشخیص این بیماری هست که متاسفانه مردمی که این بیماری رو دارن به ظاهر سالم و تندرست دیده میشن، ولی وقتی که چندین سال از این بیماری رنج میبرن متاسفانه خیلی هاشون به شرایطی میرسن که نمیتونن 5 قدم حتی راه برن و خیلی ها مجبور میشن از وسایل و کمکی مثل واکر و ویلچر و غیر استفاده بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اون ضعف عضلانی، به خاطر اون تنشن و دردی که زیاده، 2 قدم راه میرن دیگه نمیتونن واقعا، یا بدن درد میگیرن یا سردرد میگیرن یا رودهشون اذیت میکنه. ده‌ها مشکل هست که این بیماری را میتونه تأثیر بذاره و به خاطر همین زندگی مردم واقعا دچار یک تحول میکنه. و متاسفانه اگه مدیریت خوب و از همون اول که تشخیص انجام میشه نتونن دنبال بکنن میتونن زندگیشون دگرگون بشه. همجور که اشاره کردم تشخیص این بیماری خیلی مهم است و برای که تشخیص انجام بشه بیمار قبل از اینکه به دیاگنوز اصلی برسه پیش ده‌ها متخصص دیگه رفته. اول فکر میکنن مسائل نورولوژیک باشه، بعد میرن مسائل قلب و عروق رو چک میکنن، بعد مسائل ماسکولوسکلتال رو چک میکنن، ده‌ها آزمایش ام‌آرآی، اکس‌ری، آزمایش خون و غیره، اسکن و غیره گرفته میشه
و وقتی همه اینا رول اوت میشه میبینن بیمار هیچ عارضه دیگه ای نداره، متخصصین متوجه میشن که فایبرومایالژیا داره. متاسفانه راه های تشخیص سادهی مثل یک آزمایش بگیریم یا اکس رای بگیریم هم وجود نداره برای این بیماری. به همین خاطر بایستی این وقتی که همچین عارضه هایی کسی داشت سریع به دنبال معالجه بیفته. و برای درمان هم متاسفانه آپشن های خیلی زیادی نداریم، ولی بهترین روش درمانی که توسط گایدلاین ها و تحقیقات زیادی توصیه شده ترکیب سه تا روش درمانی هست. یکی دارو، مثل خیلی از بیماری های دیگه داروهای آنتی دپرشن مثل این ها مشخص شده توسط تحقیقات که برای این بیماران خیلی مؤثرن، یه سری داروهای ضد درد. و مسئله اصلی دیگه تمرین درمانی و ورزشی که بحث اصلی امروز ماست، که در تمام مقالات و گایدلاین ها ترکیب این در واقع مایند بادی و فیزیک. یه اشاره خلاصه ای هم به مسائل روحی روانی این بیماران بکنم که این بیماران یا از قبل خیلی هاشون استرس و دپرشن و غیره داشتن و اگر نداشته باشن بعداً دچار این مسائل میشن. به خاطر همون یه سری متدهای درمانی مثل کاگنیتیو بیهیویر تراپی که در واقع ناراحتی هایی مثل گفتار و فکر و حافظه این بیماران رو تحت معالجه قرار میدن و با جلساتی که با روانشناسان میتونن داشته باشن میتونن تأثیرات خیلی زیادی داشته باشن. یک خلاصه هم اینجا به کاگنیتیو بیهیویر تراپی یا این روش در واقع مدیریت روح و روان بیماران اشاره بکنم که در فیزیوتراپی این خیلی جایگاه مهمی داره. در واقع هر بیماری که بیشتر از چندین ماه از یه دردی رنج میبره، بارها اشاره کردم، دچار ناراحتی روحی روانی میشه. به همون خاطر وقتی این بیماران هم به فیزیوتراپی میان برای بخش اگزرسایز تراپی و یا تمرین درمانی، ما به طرق مختلف و غیر مستقیم باعث این بیماران رو آماده بکنیم تا با یک گام های خیلی کوچک ولی مفید بتونن برای آینده خودشون زحمت بکشن و اون اولین گام ها رو بردارن. به همین خاطر آگاهی به این مسائل شناخت درمانی و روحی روانی بیمار خیلی حائز اهمیته که در اون جلسه ارزیابی همکاران فیزیوتراپیست خیلی بهش توجه بکنن. خب بنده برای اینکه این بیماری را یکم بیشتر باهاشون آشنا بشیم و از زبان خود بیمار بشنویم که چجوری این بیماری را دارن مدیریت میکنن، اینجا از خانم مسیح افتخاری دعوت میکنم که در خدمتشون باشیم. مسیح خانم خیلی خوش اومدیم به برنامه زنگ سلامت. بفرمایید برای بینندگان یکم خودتون معرفی بکنید تا یکم در رابطه این بیماریتون صحبت بکنیم. و همین اول برنامه واقعا تشکر میکنم و این شجاعت شما رو میرسونه که پیش قدم شدیم با محض گفتگوی ما دوست داشتین که بیاین در این برنامه شرکت بکنین، چرا که این حرفا و نکات شما نه تنها برای خیلی از بیماران آموزنده میشه بلکه به اونا شجاعت رو میده که در رابطه با بیماری ما حرف بزنیم. متاسفانه من اینو در برنامه های قبلی هم اشاره کردم، در کشورهای خارجی برای همین بیماری فایبرومالژیا ده ها چرایتی و گروه های مختلف هست که این بیماران میتونن دور هم جمع بشن و یا در برنامه های مختلف تلویزیونی و روزنامه‌ای و غیره میان مردم راجع به بیماریشون حرف میزنن. و ولی در کشور ما این مسائل خیلی یه نوع تابو هست و من خیلی خوشحالم که شما امروز تشریف آوردین یه چند کلمه با هم حرف بزنید. خب بفرمایید، در خدمتتون هستیم. با درود بر شما و بینندگان عزیزتون، ممنونم که من دعوت کردین که بتونم یه کمی راجع به این مشکلاتی که دارم صحبت کنم و ادوایزی که ازتون بگیرم بتونه کمکم کنه. سپاسگزارم. لطف کردین، خوش اومدین. خب شما چند سال این بیماری فایبرومالژیا را دارین و چجوری تشخیص دادن اگه به طور خلاصه بفرمایید؟ بله، متاسفانه من بیشتر از 30 ساله که درگیر این بیماری ام. بله. و همونطور که فرمودین دردهای متفاوت، جاهای مختلف، یعنی بعض وقتا میگم که بچه ها میپرسن چطوری، کجا درد میکنه و کجا درد نمیکنه، یعنی اصلا نداریم. گوشه گوشه این بدن درد میکنه، از کف پا گرفته تا حتی مو، وقتی که مو رو حرکت میدیم
کف سر درد میکنه. البته بگم که ما روزای خوب داریم، یه کمی بهتر داریم، حالت دوره‌ای بعد بیماری، روزای بدم داریم، روزای متوسط داریم، روزایی که واقعا نمیتونی از جا تکون بخوری به خاطر ضعف ماهیچه و دردای متفاوت قسمت‌های مختلف. ضمن اینکه خب بیجونی و بی انرژی بودن، فتیگ، یکی از چیزهای بارزشه که حتی نمیتونی یه لیوان آب برداری. بله اینقدر ضعف داری. سردردهای متفاوت، مثلا من 3 جور سردرد میگیرم زبانهای مختلف. تیروید هم مشکل داره که بهش میگن غم‌باد. البته اینا همه همون همزمان 30 سال پیش اتفاقی که برام افتاد پیش اومد و دست به دست هم داد. همون موقع فکر کنم یکی دو سال بعدش، بعد از اون اتفاق تشخیص دادن فایبرومایلجیا رو خوشبختانه، ولی اون زمان مثل الان نبود، اهمیت نمیدادن، همه فکر میکردن که یه چیزی is your mind، مثلا توی فکرته. دقیقا اینو برای بینندگان اشاره بکنم، نکته خیلی مهمی خانم افتخار اشاره کردن. یکی از نکاتی که در تمام تحقیقات هم بهش اشاره شده اینه که چون هیچ عارضه در واقع بیماری خاص وجود نداره، خیلی از مردم حتی متخصصین هم به این بیماران تا مدت‌های زیاد فکر می‌کردن که شما از خود در میاری، تو مغزته. واقعا اینا باعث می‌شد که درد بیمار خیلی بیشتر بشه، ولی طی تحقیقات زیادی و مخصوصا گروه‌هایی که رو فایبرومیالژیا کار می‌کنن کاملا مشخص شده که این بیماری چقدر سخته. بله. چجوری شد که شما به ویلچر رسیدین متاسفانه؟ خب ذره ذره آدم سعی میکنه تمرینات و تلاشش رو داشته باشه، ورزش کنه. مثلا من خودم تکواندو میرفتم با بچه هام، اونا بلک بلتشون رو جفتی گرفتن، ولی من متاسفانه به همون کمربند زرد موندم، چون هرچی بیشتر تلاش میکردم معمولا بدن باید عادت کنه و درداش کمتر و کمتر بشه، ولی برای من درست برعکس بود، دردا بیشتر میشد با هر کیکی که میزدم. این پا انگار استخون شکسته بود و هرچی تمرینات هم بیشتر بود دردا اصلا دیگه اجازه نمیداد و منو استاپ کرد. بودن چند وقت که استاپ کردین اون تمرینات رو؟ خیلی دیگه، خیلی ساله میگم، چون 30 ساله بچه من الان 30 سالشه دیگه. بله. امسال اون 10 سالش بود، 12 سالش بود که ما تکواندو میکردیم. بله. 7-8 سالی اینا تکواندو کردن، ولی من دیگه همون 2-3 سال اول مجبور شدم استاپ کنم، چون که دردام بیشتر میشد، نمیفهمیدم از کجاست، با اینکه میدونستم فایبرومیالژیا دارم ولی فکر نمیکردم مال این باشه. بعد میرفتم دکتر، میگفتن داری فکر میکنی، میگفتم ببین تو به من هیچی نیست، اینو میگفتن، گفتم تو به من بگو من سرطان دارم، ولی به من نگو هیچی نیست، چون میدونم خیلی اتفاقا در بدن من داره میفته. بله بله. در طی این چند سال اخیر شما چنو درمانهایی در واقع بهتون دادن دکتر اینجا؟ اما اقسام همین آنتی دپرسانا که گفتین دادن ولی کار نکرد روی من. من یکی از اینا رو میخوردم، اصلا انقدر حالم بد میشد شب که انگار کیک میکردی رو سقف خونه و عملا بدن من بلند میشد. دیگه استاپ کردم. بعد چیز خاصی، داروی خاصی نمیتونستن به هم بدن. اینه که به من گفتن ورزش کن. تنها ورزشی که میتونستم انجام بدم شنا و استخر بود. که یه کمی حرکت میکردم، که خب این 2-3 ساله اخیر این هم متاسفانه است. ولی من تایم تو تایم ویلچرمو داشتم، مثلا جاهای دور که میرفتم گاه گداری استفاده میکردم، خریدای طولانی که میرفتم ویلچر استفاده میکردم، ولی باز به خودم اجازه نمیدادم که زیاد ازش، چون هر چی باید این بدن مدام در حرکت باشه. شما در حال حاضر این وضعیتتونه و تا اونجایی که من میدونم هیچ تمرین خاصی هم نمی کنی و فعالیت های شنا اینا هم تقریبا کنار گذاشتین. این نکته رو من برای بینندگان و مخصوصا عزیزانی که این بیماری رو دارم دوباره اشاره بکنم که 3 تا راه درمانی تحقیقات خیلی تمرکز کردن روش. یکی جلسات روانشناسی با متخصصین روان درمان و همکاران عزیزه، و دیگری دارو درمانی که به خاطر اونم خوب نمی کنه بیماری رو، ولی به خاطر مسکن درد و غیره. و مسئله اصلی که همه باش توافق دارن تمرین درمانی و فیزیوتراپیه. فیزیوتراپی هم رفتین شما اینجا؟
فیزیو رفتم. خب من درد متفاوت، فیزیوهای متفاوت داشتم، کمر درد و این چیزا، ولی فایبرمیالجیا عملا نمیتونی جز ماساژ چیزی کمکش نکرده تا، ولی ماساژ بهترین چیز. خب همجوری که خانم افتخاری فرمودن در فیزیوتراپی خیلی کارا ما میتونیم برای شما بکنیم. من از همینجا میخوام این جلسه اول رو شما با یه دیدگاه جدید شروع بکنید، بایستی اون مایندست در واقع تمرکزتو بذاری برای این، چون اینجوری هم زندگی خیلی سخته، خیلی مشکل، واقعا آدم نمیتونه بیشتر از این بذاره که بدتر بشه. برای این کار شما در حال حاضر به من بگین چند متر پیاده روی میتونی بدون ویلچر بکنی؟ متر نمیشه، همین تو خونه قدم میزنم، دو دقیقه میشینم. با عصا یا بدون عصا؟ نه بدون عصا میتونم توی خونه حرکت کنم. بیرون که اصلا روی چیز نمیتونم خیلی راه برم، یه چهار قدم بیشتر نمیتونم برم. برای اینکه ما بتونیم این تمرین ها رو بیشتر بکنیم و بتونیم بیماران رو به جایی برسونیم که یکم پیاده روی بکنن، چرا که نشستن روی ویلچر و خوابیدن روی تخت یعنی تمام سیستم ها و ارگان های داخلی بدن، دستگاه گردش خون، دستگاه گوارش، هیچ کدوم به خوبی کار نمی کنن. من از شما میخوام که همینجوری که نشستین یه 10-15 تا تمرین خیلی ساده انجام بدیم برای شروع کار، و اینم توجه بکنید که اندازه این تمرین ها تحقیقات گفتن که خیلی مهمه، چرا که اگه بیشتر تمرین بکنیم ایشون دردش بیشتر میشه و دو روز بعد دیگه انجام نمیده. به همین خاطر بایستی در حد توان تمرین هایی که مفیدن، یه سری تمرین های ایروبیک یا هوازی مثل پیاده روی و دوچرخه و شنا برای افرادی که میتونه، من همین الان یه خانمی همسن سال شما دارم، اول تشخیص فایبرومیالژیاشه، میاد همینجا، من روزی نیم ساعت باهاش تمرین میکنم هفته دو دفعه. ولی شما وضعیت، هر بیماری وضعیتش فرق میکنه، برای شما بایستی از یه تمرین های کششی خیلی ساده و در حد توان شروع بکنیم، و در همین حالتی که نشستین به عنوان مثال 5 دفعه دستتو خم میکنی، راست میکنی، در حد همون 5 دفعه. بله. بعد یکی بعدی 5 دفعه دستاتو میاری بالا و میبری پایین، در همین حد بایستی شما بیشتر از این فشار نیاری، چرا که یک ذره اگزرشن یا فعالیت بیشتر برای مایچه ها سریع اون درد رو تشدید میکنه، یا برای پاهاتون خیلی راحت زانوت رو صاف میکنی، خم میکنی، در همین حد پنجه پاهات رو به طرف بالا میکشی و هر کدوم از اینا رو امروز 5 دفعه میکنی. البته من بعد برنامه تمرین بیشتری هم بهتون میدم. بعد برای بالا تنه دست رو میذارین رو سینه، خیلی راحت 5 دفعه کمرتون میچرخونیم به چپ و به راست. یه تمرین دیگه که خیلی مفیده، دستاتون رو میذارین رو زانوهاتون، چشماتون رو میبندین، 10 نفس عمیق با شکمتون میکشید اینجوری، خیلی نفس عمیق تأثیرات مهمی داره. تمرین دیگه که برای شما خیلی خوبه، شونه هاتون رو در همین اندازه خیلی کم 5 دفعه بچرخونید به بالا و به جلو و به عقب. دستتون رو به این صندلی فیکس میکنید، گردنتون رو یکم میکشید به عقب. تحقیقات گفتن که تمرینات کششی و همچنین شنا کردن توی آب، در کنارش یه سری تکنیک های دستی مثل ماساژ و غیره، خیلی همجور که اشاره کردم مؤثر میتونه باشه. برای اینکه و یک سری تکنیک های دیگه که خیلی خوبه، متد های ریلکسیشن، یکی موزیک دوست داره، شما دستم تو موزیک و هنرمندی دارین، آواز بخونید، موزیک بزنید، گوش بکنید، به هر طریقی شده باعثی بتونی اعصابتون رو راحت بکنید در طی روز. بعد در کنار این، همون موقعی که پا میشین بر فرض از حالتون برین آشپزخونه، هر دفعه 2 قدم بیشتر بردارین، هر چقدر هم که سخت هست، هر دفعه که میرین آشپزخونه یه چای بیارید، به هر سختی شده 2 قدم بیشتر بردارید. اینجوری در حالت سکون بدنتون نباید باشه. کاملا درسته، یعنی ما نمیتونیم ثابت یه جا بایستیم، ما همیشه باید در حال حرکت باشیم.
اگه 10 دقیقه نشستی حتما باید یه حرکتی داشته باشی، بلند شی، راه بری، که بلا قشنگ میبنده، خوش میشه. بله بله، و درد خیلی بیشتر میشه. بعدم بدنم خوش بشه، کرمپا و انقباضای مایچه به وجود میاد، درد بیشتر میشه. بله، چیزایی که واقعا به من کمک میکنه یکی مثبت بودنه. آفرین. یعنی فقط خنده و شادی و همین که میگی موزیک و مثبت، واقعا مثبت بودن، شادی مطلق. و دوم مدیتیشنه که میکنم. آفرین. همون نفس آفرین. کشیدن ها آره. و حرکت های مدیتیشن و خالی کردن ذهن کاملا، که اصلا به این مسئله نباید فکر کرد. دقیقاً. و الا من الان واقعا بدبند بودم به قول این چیزا، واقعا نمیتونستم حرکت کنم، ولی الان گاه گداری حرکت های خودم رو دارم، گاهی یه کوچولو و حرکت بدنی، چون من عاشق رقصم هستم، حتما باید این کارو بکنم. ولی خب حرکت که میکنی دلیل نداره که درد نداری، باید تحمل کنی یه مقدار. بله. آفرین. درد رو تحمل میشه کنی. باستی... گاهی میشه تحمل کرد، پس این حرکت رو باید انجام. دقیقاً. مخصوصا مواقعی که دردتون کمتره سریع جایگزین کنید این تمرین ها را. بله. و هر جای بدن رو در حد توان، میگم من معمولا تمام برنامه دیدم میگم 15 تا این حرکت رو انجام بدین، ولی برایشون گفتم یه 5 تا. بله. بعد یه هفته میکنین 2 تا 5 تا، بعد میکنین 2 تا 10 تا. همه حرکت من تمرین برای تمام بدنش، یه تمرینی که خیلی خوبه روی جیم بال، مثلا به جای اینکه بشینید روی ویلچر یه از این بالای کوچک بگیرید بشینید روش 5 دقیقه، 2 دقیقه حتی، منتها یه کمکی میخواد در اول که ما اینجا تو فیزیوتراپی انجام میدیم. به هر حال همونجوری که شما اشاره کردین باعث مثبت بود، باعث در حد توان هر چقدر که میتونید حداقل تمرینای رو انجام بدین و مثبت باشین. و یه سری تکنیک های کسایی که میتونن ورزش های رزمی مثل تایچی و اینا، خیلی مدیتیشن، یوگا، پیلاتس، اینا خیلی مؤثر، باعث انجام بدین. و از همه مهمتر تمرین های برای نایه کور بدن که بتونین سر پا وایستین، نایه شکم و اینا رو یکم باید تقویت بکنین، که چند تا تمرین برای میدم. خانم خیلی لطف کردیم، برنامه ما به آخر رسیده، در حد یک جمله اگه حرفی دارین بفرمایید که در خدمتتون مرخص بشیم. تنها چیز که میتونم بگم اینه که ماها نباید قضاوت کنیم، چون که این بیماری هیدن دیسابیلیتیه. آفرین. و اصلا دیده نمیشه. به ظاهر طرف خیلی خوبه، گود لوکینگ، همه چی هم عالی، ولی زمانی که تو خونه خوابیده و درد رو میکشه و نمیتونه حرکت کنه رو کسی نمیبینه. بله. اینه که فقط قضاوت نکنیم. خیلی عالی. سپاسگزارم. دقیقاً همین نکته هم در تحقیقات خیلی از طرف متخصصین بهش تاکید شده که این بیماران رو قضاوت نکنیم، باورشون کنیم. کسی نمیاد به دروغ یا الکی بگه من درد دارم. اصلا این امکان نداره. به هر حال خیلی ممنون که تشریف آوردین. و امیدوارم که این برنامه مثمر ثمر واقع بشه. در کشور ما متاسفانه این بیماران کمتر شناخته شده هستن و راه های درمان برایشون خیلی محدوده، و اگر پیش همکاران فیزیوتراپیست میرید امیدوارم که روی تمرین و تکنیک های دستی بیشتر تمرکز بکنن. در ضمن اینا اشاره بکنم درای نیدلینگ یا اکوپنچر هم تب سیزنی هم برای این بیماری مؤثر شناخته شده، و امیدوارم که با استفاده از سرویس ها و خدمات بهتر نظام سلامت بتونید بیماری به خوبی مدیریت بکنید. خب در اینجا به اتفاق خانم افتخاری با شما بینندگان خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد و هفته بعد. روز شب خوش، خدا نگهدار.